ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد در کره زمین، بار دیگه در توییتر اعلام کرد که حمایت از دوج کوین رو ادامه خواهد داد تا حتی شکایت قانونی 258 میلیارد دلاری علیه اون مبنی بر طرح هرمی رمزارزی هم نتونه اون رو متوقف کنه. روز 16 ژوئن، یه دادگاه در نیویورک شکایتی رو علیه ایلان ماسک و شرکت‌های تسلا و اسپیس ایکس دریافت کرد که در اون ماسک و شرکت‌هاش متهم به راه اندازی یه طرح پانزی با استفاده از توکن‌های دوج کوین شده بودند. این شکایت دست جمعی تعجب بسیاری رو در جامعه کریپتو برانگیخته و خیلی ها مطمئنن که این شکایت موفقیت آمیز نخواهد بود. میلیونر شویی های عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز میخواییم درباره ایلان ماسک که متهم به کلاهبرداری هرمی هست صحبت کنیم. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. ایلان ماسک، میلیاردر معروف، به همراه شرکت‌هاش یعنی اسپیس ایکس و تسلا برای غرامت و خسارت حیرت‌آور 258 میلیارد دلاری به دلیل ساخته یه طرح هرمی کریپتو با استفاده از دوج کوین مورد شکایت قرار گرفتن. خسارت درخواست شده بیش از 34 برابر ارزش بازار فعلی دوج کوین یعنی 7.5 میلیارد دلار و تقریباً 3 برابر بالاترین ارزش بازار تاریخی اون یعنی 88 میلیارد دلار در اواسط سال 2021. در این شکایت گروهی که روز پنجشنبه در دادگاه نیویورک ارائه شد، ادعا میشه که ماسک از جایگاهش به عنوان ثروتمندترین مرد جهان از دوج کوین برای طراحی و اداره یه طرح هرمی برای کسب سود، تبلیغ و سرگرمی استفاده کرده. در این پرونده، کیت جانسون، شهروند ایالات متحده و یکی از شوکات این پرونده، ادعا می‌کنند که ماسک و شرکت‌هاش در نتیجه کلاهبرداری به وسیله سیستم انتقال پول، شرکت‌های شرط‌بندی و اقدامات فریبنده 86 میلیون دلار کسب کرده و ثروتمند شدند. این دادخواست خواستار دستوری مبنی بر شناخته شدن معاملات دوج کوین به عنوان قمار در نیویورک و قوانین فدرالیه و همچنین ادعا میکنه که ماسک و شرکت‌هاش قوانین شرط‌بندی ایالتی رو نقض کردن. طبق جزئیات سند دادگاه، از زمانی که متهمان شروع به خرید، توسعه، ترویج و پشتیبانی از دوج کوین در سال 2019 کردند، شاکیان پرونده حدوداً 86 میلیارد دلار در این طرح هرمی کریپتو ضرر کردند. طرح هرمی یا کلاهبرداری پیرامید در بخش کسب و کار به عنوان مدلیه که به اعضا هم در قبال عضویت در طرح و هم در صورت معرفی افراد جدید مبلغی رو پرداخت می‌کنه. ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا، همیشه در توییتر به تبلیغ دوج کوین می‌پردازه. ایلان ماسک ادعا می‌کنه دوج کوین یه پول مردمی محبوبه. در ماه می اون گفت که اسپیس ایکس به زودی دوج کوین رو در مقابل کالا می‌پذیره. همچنین اون گفته که مردم میتونن در آینده اشتراک استارلینک رو از طریق دوج کوین خریداری کنن. ایلان ماسک همچنین در مورد پرداخت برخی از خدمات توییتر با دوج کوین نظر داده. ایلان ماسک، مالک آینده توییتر، در اولین نشستش با کارمندان این شرکت درباره پرداخت با ارزهای دیجیتال و کلاهبرداری‌های این حوزه صحبت کرد. ماسک روز پنجشنبه اولین جلسه رسمیش رو با کارمندان توییتر برگزار کرد. در این جلسه ماسک درباره برنامه‌هایی که برای ارزهای دیجیتال داره و سایر تغییراتی که بعد از تصاحب شبکه اجتماعی توییتر اعمال خواهد کرد با کارمندان این شرکت صحبت کرد. ایلان ماسک در این جلسه تایید کرد گزینه پرداخت با ارزهای دیجیتال یکی از ویژگی‌هاییه که میشه در توییتر از اون استفاده کرد. نظر شما در مورد ایلان ماسک چیه؟ به نظرتون ثروتمندترین فرد جهان از موقعیتش برای فریب مردم و کسب سود استفاده کرده؟ ممنون میشیم نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا
تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.